سلام بچه ها، کتابی که از کتابخونه کوچیک انتخاب کردیم اسمش هست خرسی میگه مرسی. نویسنده کارما ویلسون، شاعر مریم اسلامی، مترجم فیروز کاتب، انتشارات پرتغال. به نام خدا. خرسی میگه مرسی. خرسی کمی بی‌حوصله است، دلش یه کار خوب میخواد. تمام روز توی خونه گوش داده به صدای باد. خرسی داره فکر میکنه به اینکه یک شام بپزه، دوستاشو دعوت بکنه به یک غذای خوشمزه. با چی غذا درست کنه؟ چیزی نداره تو خونه. حالا باید همین جوری غمگین و تنها بمونه. خرسی نشسته تو خونه. موشه با یه بیسکویت میاد. خرسی میگه موش کوچولو متشکرم، خیلی زیاد. خش 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 صدا میاد. صدای چی؟ صدای باد. موشی میگه یکی به سمت ما میاد. خرگوشه از راه میرسه، میگه سلام سلام، من اومدم، یه عالم نون و غذا دارم میونه سبدم. آره تو چه خوب و گرمی خرسی جون. خرسی میگه متشکرم دوست عزیز و مربون. تاپ تاپ تاپ، خش خش خش، بازم صدای پا میاد. خرگوشه میگه یه نفر داره به سمت ما میاد. خرسی و خرگوش میبینن که راسو با غذا میاد. خرسی میگه خوش اومدین، متشکرم خیلی زیاد. راسو یه لبخند میزنه، میگه میخوام شام ببشم. میچرخه دور خرسی جون با ماهیای خوشمزه. صدای خش و خش میاد. از کجا؟ از داخل غار. یه بغچه آجیل میارن، موش کور و موش کیسه دار. زاغ و چکاوک میرسن با میوه و بوته چای. زاغی میگه خرسی تونه یه سگار سهی میخوای؟ خرسی میگه دوستای خوب حرفی دارم با شما. یه اخم گنده میندازه رو پیشونی تو ابروها، میگه حالا چی کار کنم؟ شما می دست پرید، من ولی چیزی ندارم که بدم به شما بخورید. خوراکی های متون خوب و لذیذ و عالیان. کمدای خونه من هیچی ندارم خالیم. موشی میگه خرسی جون حرفی زدی، غذا نداری میدون، به جاش تو گشته بلد. دوستای خرسی تک به تک خرسی جونو ماچ میکنن، شیرینی و چای میارن، میوه براش قاچ میکنن. جشن اونا شروع میشه. یه جشن خوب، یه جشن شاد. خرسی میگه از رحمتون متشکرم خیلی زیاد. غار بزرگ خرسی جون قشنگ و گرم و راحته. همه میگن یه جای خوب برای استراحته. تو غار خرسی همه چیز خوب و قشنگ و عالیه. جای من و جای شما بین اونا چه خالیه. خب بچه ها، شما هم دوست دارید مثل خرسی و دوستاش کنار دوستاتون خوشحال باشید؟ به نظرتون بهتره چه کارایی انجام بدید تا بیشتر کنار هم بهتون خوش بگذره؟ بله، تقسیم کردن چیزایی که دارید. با این کار
همگی میتونید با هم لذت ببرید. اما فراموش نکنید که همیشه بابت این کار از هم تشکر کنید. از دوستای عزیزمون صوفی، مانلی، بارانا، محمد مهدی و کوروش سپاسگزارم که در خوندن این کتاب من رو همراهی کردند. تا کتاب بعدی از کتابخونه کوچیک، خدا نگهدار.